فکر میکنم که این روش حکمرانی قابل دوام نیست و در اون سوالهایی که باید اتفاقاتی میافتاد، اصلاحاتی صورت میگرفت به شکل بنیانی، به شکل ساختاری، به شکل اساسی، اینها اتفاق نیفتاده و روشی که در پیش گرفته شده، روش برخورد با مردم، تحت فشار قرار دادن اونها در عرصه‌های مختلف، در زمینه‌های مختلف، زندگی اجتماعیشون، فردیشون، و با این تصور که هرچی ما اونها رو تحت فشار قرار بدیم، بیشتر متهمشون کنیم، بهتر میتونیم موفق بشیم. اما سالهای گذشته نشون داده که این روش ها جواب نمیده و اوضاع رو بدتر میکنه، اونم در کشوری مثل ایران با داشتن استعدادهای جوان زیادی که سرمایه اصلی کشور هستند، با داشتن منابع زیرزمینی زیاد. ما کشوری هستیم که دارای ذخایر گازی دوم در جهان هستیم، اما ذخایر گازی سوم نفت در جهان هستیم، منابع مختلف روی زمینی و زیرزمینی داریم، کشوری هستیم که با توجه به جغرافیای سیاسی که داریم میتونیم قطب گردشگری بشیم و بسیاری از مسائل دیگه. اما الان به این حالت فلاکت رسیدیم که نمیتونیم کوچکترین خواسته های مردم رو جواب بدیم. پیام من این هست که این روش برخورد و گرفتن و زدن و کشتن و اینها جواب نخواهد داد و دیر یا زود به بنبست میرسه و باید دست کشید و این روش رو کنار گذاشت و به پایان برسه. خب من هم خودم در شرایطی قرار دارم که میدونم با زدن این حرف ممکنه هر اتفاقی بیفته، هر نوع برخوردی با هم بشه. قبلا هم گفتم وصیت‌نامه‌ام نوشتم و اعلام کردم، هم خودم هم خانم میرگلی خان آمادگی داریم که هر اتفاقی قراره برامون بیفته و ما در واقع با خدا معامله کردیم و هیچ نگرانی از این بابت نداریم. پیام خاصی به آقا مجتبی ندارین شخصاً؟ عرض کردم اون وصیت‌نامه که جداست من دارم، ولی فرق نمی کنه برای آقا مجتبی هم. ایشون روش برخوردی که برای حکمرانی انتخاب کرده روش غلطیه و روش تحت فشار قرار دادن مردم هست، عدم توجه به خواسته های منطقی اقتصادی و سیاسی اونها هست، آزادی های مشروع هست و این به نتیجه نمیرسه. این روش حکمرانی غلطه. من یه بار یادم در صدا و سیما، یکی از معاونین صدا و سیما می‌خواستیم عوضش کنیم، قبل از من اعلام کرده بود که ما 50 تا شبکه تلویزیونی می‌خوایم راه بندازیم. من که اومدم گفتم که ما نه تنها شبکه جدید تلویزیونی نمی‌خوایم راه بندازیم، بلکه همین شبکه‌های بی‌خاصیت و کم مخاطب و کم اثر هم می‌خوایم کم کنیم، ادغام کنیم. اون گفت خب من خودم همین کارا رو می‌کنم. گفتم که خب شما که اعتقادت این نبوده، اعتقادت یه چیز دیگه بوده و در ضمن حتی اگرم بخوای این کار رو بکنی دیگه قبول نمی کنن ازت اون مجموعه که بخوان اجرا کنن و شما باید کنار برید.